مسکو اکنون مسکن بیش از 2 میلیون مسلمان می باشد، یعنی بیشترین مسلمانان را نسبت به هر شهر دیگری اروپا دارد. با فرارسیدن ایدیت ها ده ها هزار مسلمان سجاده هایشان را بر جاده های مسکو هموار کردند تا نماز عید ادا نمایند. سال گذشته آنها نماز عید را زیر برف و باران ادا کردند. در شهر مسکو یک مسجد بزرگ جامعه تحت اعمار می باشد و این فقط یکی از 4 مسجد در آن شهر است. عبدالباری سلطانوف، یک مسلمان روس از منطقه تاتارستان، میگوید یقین به مسجد نیاز است. مساجد در هر محله ضروری می باشد. مدارس، مکاتب و امامان هم مبرم شمرده می شوند تا مردم برای روز حساب و کتاب آماده باشند. در حالی که مسیحیان ارتدوکس روسیه مشغول ساخت 200 کلیسای جدید در اطراف مسکوند و پروژه های اعمار مساجد جدید اجازه دادن نشده است. گیدر جیمل، فعال مسلمان روس، مقامات کرملین را متهم می سازد که گویا جلو اعمار مساجد را در مسکو می گیرند. آنان سیاست های سرکوبگرانه و سرکوب مستقیم را می دانند، ولی این را نمی دانند که این کار مشکلات را برای خودشان خلق خواهد کرد. مشکلات وخیمتر از آنچه را که حالا تصور می کنند. سرگی سوبیانین، شاروال مسکو، تعهد یاد می کند که در این شهر هیچ مسجد جدید بنا نخواهد شد. وای می گوید مسلمانانی که در روزهای عید بر جاده ها نماز می خوانند، بیشترشان از آسیای میانه اند و روزی مسکو را ترک می گویند. وای اخیرا در مصاحبه با رادیوی ایکو مسکوی گفت که میان چنان نمازگزاران فقط 10% باشندگان مسکوند و بنا کردن مسجد به هر کسی که خواهان آن شود کار حتمی نخواهد بود. سوبیانین که فرد نزدیک به قصر کرملین شناخته شده، ماه گذشته از راه انتخابات به مقام شاروالی مسکو رسید و طوری معلوم می شود که از طرز فکر رای دهندگان آگاه است. باشندگان سلاویک مسکو هفته گذشته در یک محله کارگری علیه مردم آسیای میانه و قفقازی ها شوریدند. آنان زنده باد روسیه شعار می دادند. دلیل این شوریدگی ظاهرا کشته شدن یک روس سلواکی به دست مسلمان آذری بود. پلیس در واکنش به این قتل حدود 2000 کارگر مهاجر را توقیف کرد. سیاستمداران نیز خواستار منع فروش آپارتمان‌ها برای خارجیان و تشدید محدودیت‌ها برای صدور ویزا به مسلمانان کشورهای شامل در اتحاد سابق شوروی شدند. اسولدا کوکوشکینا پس از فروپاشی اتحاد شوروی از اوکراین به مسکو نقل مکان کرد. وی که یک مسیحی ارتدوکس است، با دیدن اجتماع مسلمانان در هراس می باشد. من از آن هراسانم که مسکو مسلمان خواهد شد. باور کنید من مسلمانان را دوست دارم، اما مسکو باید سلاویک باقی بماند، باید تعادلی در میان باشد. اما این هجوم مهاجران مسلمان زندگی ما را به شیوه بد متاثر ساخته است. در حال حاضر آینده مسکو را می توان بر جاده ها میان نمازگزاران و معترضان خشمگین جستجو کرد. احمد فاضل، تلویزیون آشنایی از صدای آمریکا، واشنگتن.